در این تاریکی گالوت و تاریکی زندگی راه خودمون رو به درستی پیدا بکنیم، مخصوصا در این ایام الول، ایامی که روز به روز، ساعت به ساعت داره روش هاشانا صدا و ندای خودش رو به ما از دورا دور نشون میده که من دارم میام. Are you ready؟ آماده ای؟ ببینیم آمادگیمون به عزت هشم جدا از خورد و خوراک و لباس چطور میتونه برای روش هاشانا باشه؟ که به خوبی موقعی که روز روش هاشانا فرا رسید با آمادگی کامل پذیرای روش هاشانا باشیم و روش هاشانا هم پذیرای ما. بالاخره بعض موقع هست که آدم مهمون دعوت شده به منزل کسی با کارت قبلی، دعوت قبلی، تنها لازمه که آدم زنگ در طرف رو بزنه، در رو براش باز میکنن و اون موقع است که ازش پذیرایی میشه. اما بعض موقع است مهمون ناخونده است، از همه جا مونده، در مونده، میگه کجا برم امشب بخوابم، میگه پیش فلانی یکی دوتا خیابون اونورتر برم درشو بزنم ساعت 2:30 شب ببینم امشب میتونم اونجا باشم. مهمون ناخونده. آیا به نظر شما در روز روش هاشانا ما مهمون خونده ایم یا مهمون ناخونده؟ آیا در روز روش هاشانا رومون بشه در خدا رو بزنیم، یا اینکه بگیم از قبل اطلاع ندادم، اینا از کجا بدونم من دارم میام؟ شاید خودشون اصلا خونه نباشن، شاید خودشون جا نداشته باشن. همیشه مهمون ناخونده این سوالات براش هست که چطور باش استقبال بکنن، ازش دعوت بکنن یا حتی پذیرایی بکنن. این که حتی تو خونهش راش بدن سواله، دیگه چه برسه این که تو خونه چطور ازش حمایت بکنن. همینطور هم در روز روش هاشانا، آیا ما مهمون خونده یا مهمون ناخونده هستیم برای خداوند؟ آیا خداوند ما رو از قبل دعوت کرده، یا اینکه اصلا دلیلی برای حضور ما در دربار الهی خداوند یوم الدین نیست؟ راستشو بخواید ما خونده شدیم، دعوت شدیم، اما نه به مهمونی، به روز دادگاهی در یوم الدین، در روز روش هاشانا کارت دعوت برای ما نفرستادن. از 30 روز قبلش کارت برگه اظهاریه فرستادن که شما به کورت، به دادگاه احضار شدی. Better to show up. مبادا که این وقت رو از دست بدی، مبادا که پشت گوش بندازی نادیده بگیری. به کورت، به دادگاه احضار شدی. در 30 روز به نظر شما برای آدم چه وقتی میمونه که بخواد خودشو برای کورت، برای دادگاه آماده بکنه؟ هر چقدر بخواد بره مدارکشو، هر چقدر بخواد بره اسنادشو دنبال وکیل بگرده، یه ماه چیزی نیست. کورت و دادگاهی که سرنوشت آدم رو تعیین میکنه، آیا در عرض 1 ماه، چه برسه از امروز در عرض 10 روز، وقت است که دیگه آدم برای خودش
مدارک و کلی دست پا بکنه. آیا راه حلی هست؟ شورتکات، یک میونبری هست که انسان خودش رو در این روز تبرئه بکنه بدون وکیل. بالاخره همه وسعشون نمیرسه وکیلای کاتوکولوفت قوی با نفوذ بگیرن. بالاخره هر کسی از نظر زخوت تا یه حدیه. بعضیا زخوت آبود، زخوت پدرانشون هست، زخوت اجدادشون هست، زخوت خودشون هست، پر از مدرک و سند و وکیل میان در روز روششنا. اما افراد معمولی چی؟ همه که این چنین زخوتمند نیستن که. با این حال آیا طریقه هست که حتی این شخص معمولی هم بتونه در این روز روششانا یوم حدین به خوبی قضاوت بشه، تبرئه بشه و در سفر خنگ توبین مهر بشه؟ بله، حاکم میفرمان هنوز فرصتی هست که انسان یک جا دستشو بگیره که حداقل نیفته. بالاخره موقعی که اتوبوس میاد در ایستگاه اتوبوس یا قطار، همه زخود و یا اینکه شانس این که بشینن رو ندارن، انقدر همه هجوم میارن، یه دی زودتر میرن میشینن، یه دی هم بعد وایسن، یه دی هم بعد خودشون رو دیگه تا در بسته نشده هول بدن تو که حداقل سوار باشن جا نمونن. روز روشاشان هم همینه. بعضیا انقدر با آمادگی قبلی قشنگ اول صف اومدن، یک صف وایسادن تو صف که موقع که اتوبوس میاد یکی دو نفر اول باشن که وارد میشن، معلوم صندلی گیرشون میاد، قشنگ جایی که میخوان. عده دیگه 5 دقیقه قبل از اینکه اتوبوس بیاد تای صف، هنوز بالاخره مهلت این که وایسن تو اتوبوس رو دارن، قشنگ میان تو. اما عده‌ای که داره در اتوبوس بسته میشه یه باره یادشون میاد که باید سوارشن، دیگه خودشون رو لابلای این در بسته و نبسته میدن تو. حداقل دلشون خوشه که حداقل سوار شدم، حالا به هر صورتی به هر طریقه ای. همینطور هم روششانا بعضی از همون اول ماه الول قشنگ اومدن وایسادن اول صف، هیچ موقع هیچ کسی به اون صورت نبود. اینا هنوز آمادگیشون رو شروع کردن. عده‌ای یکی دو روز مونده، مخزن این شبات، آخرین شبات سال اومدن تا هنوز صف هست، هنوز اتوبوس نیومده، تو صف وایسادن. اون طمعها که حداقل جایی ایستادن توی اتوبوس داشته باشن توی روششانا. و یه عده‌ای هم تازه در صبح روششانا با صدای شفار تا هنوز لابلای اون درها بسته نشده خودشون رو میندازن توی اتوبوس. همه سوارن اما به چه طریقی؟ نشسته، ایستاده، له شده. بیایید ما اون عده‌ای باشیم که حداقل ایستاده باشیم، قشنگ لابلا کتمون، شلوارمون، لباسمون پاره نشه، له نشه، دست کسی تو چشمون نره، قشنگ با احترام بریم وایسیم تو اتوبوس، حداقل اگر نمیتونیم بشینیم. اون حالت تشووامون، استفادهمون از روز روششانا به یک حالت سنگینی و وقار و احترام باشه، ازمون استقبال بشه.
حرمتمون حفظ بشه، قدوسیت و پاکیمون به جا باشه. پس آیا برای اون شخصی که به کورت، به دادگاه احضار شده، بدون وکیلم امیدی هست؟ بدون هیچ سند و مدرکی امیدی هست؟ بله. چطور؟ اگر بتونه یک رفتار رو دنبال بکنه از این راه حل، میتونه حتی در روز روششنا بدون مدرک، بدون هیچ سندی، بدون وکیل میتونه تبرئه بشه، به حدی که خود قاضی وکیلش میشه. عجب، این چه راه حلیه؟ این چه رفتاریه که میتونه تا این حد برگ برنده رو در روز روششنا، در روز دادگاهی نصیب شخص بکنه؟ درسته یک راه حل، یک رفتار بیشتر نیست، اما سختتر از هر راه حل دیگه. و اون چیه؟ کسی که دیگری رو، اطرافیانش رو، حتی طبیعت رو، حتی خداوند رو مورد قضاوت قرار نده، از این راه حل تا اونجایی که میتونه استفاده بکنه، از این رفتار تا اونجایی که میتونه بهره بگیره، که هیچ نظریه‌ای در مورد افراد من ندارم، I don't want to be their judge، نمیخوام قاضیشون باشم. کسی که بتونه خودش رو تنها یا تماشاچی یا بی‌طرف نسبت به اطرافیانش، حتی به طبیعت، حتی به برف و بارون، حتی به خداوند جلوه بده که نخواد دیگران رو قضاوت بکنه، در روز دادگاهی خود قاضی که خداوند باشه میشه وکیلش. میگه تو دیگران رو قضاوت نمی کنی، ما هم تو رو قضاوت نمی کنی. چه بسا یه پله بالاتر، تو دیگران رو مثبت لکفز خود قضاوت می کنی، ما هم تو رو لکفز خود مثبت قضاوت می کنیم. بیا اینم کمکی از طرف ما که بتونی به خوبی پیش ببری. نه تنها متهم محکوم اعلام نشد، بلکه تبرئه شد، تازه حاکمم شد. چرا؟ چون خودش همیشه یا سعی کرد بی‌طرف باشه یا وکیل دیگران باشه، از دیگران دفاع بکنه، نگذاره که ارزش و مقام دیگران در نظرش پایین بیاد. مبادا که یک موردی دیگران رو نسبت به خودش محکوم جلوه بده. حتما حواسش نبوده، حتما نمیخواست، این معمولا اینجوری نیست. تا اونجایی که میتونست خودش میشد وکیل دیگران، که هنوز به حرمت و به عزت دیگران لطمه وارد نشه. خداوند میگه کل دان ات حورو لکفز خود، کسی که دیگران رو به فال نیک، به مثبت قضاوت میکنه، دانین اتو لکفز خود مینه شامعین، از طرف خداوند نیز اون رو به شامعین، به مثبت قضاوت میکنن. که تو هم حواست نبوده، تو هم دیگه بالاخره از peer pressure، تأثیر محیط بلد نبودی، نمیدونستی، اگر میفهمیدی بهتر انجام میدادی، دنبال دلیل میگردن که اون رو تبرئه کنن، نه اینکه خودت برای تبرئه خودت چه حرفی داری. ما هزاران دلیل میتونیم بیاریم. برو اینم هتلت خوش باش، خیلی ممنون. به جایی که در دادگاه محاکمه میشه، تازه مانند مهمانی ازش پذیرایی میشه. چرا؟ چون خودش هم همیشه نظرش نسبت به دیگران عیبجویی، بهانه گیری، شک و تردید و قضاوت نیست. پس اگر واقعا
میبینیم توبه، تشوبا، حراتا، دست کشیدن از تمام گناهانمون، کپارا، تقاضای بخشش کردن از گذشتمون اینقدر برامون سخته، بخوایم هی مدرک درست کنیم، سند دنبال بگردیم، وکیل پیدا بکنیم که یه جوری از ما دفاع بکنن توی دادگاه. خدا هم میگه ببین، حاضری تو از دیگران دفاع بکنی؟ حتی از اونهایی که به تو بدی کردن حاضری دفاع بکنی؟ اگر حاضری، ما هم با این که تو به ما بدی کردی و گناه کردی و نافرمانی کردیم، ما از تو دفاع میکنیم، ما میشیم وکیله، اصلا دیگه قاضی وجود نداره. پس راستشو بخواید، اصل تمام سلیحوت اینه که آدم بگه خودمم بالاخره یه ریگی تو کفشمه، خودمم یه اشتباهاتی در دستمه، منم آدم کاملی نیستم، no one is perfect، چرا بخوام دست بذارم همش رو عیب دیگران؟ به حدی که در گمارا میگه کل هب پسل به مومو پسل، هر کسی که دیگران رو پاسول میکنه، یعنی دیگران رو ناقص جلوه میده، هی میخواد عیبی رو دیگران بگذاره، راست شو بخواید در واقع اون عیب در خودشه، با عینک خودش هی داره دیگران رو میبینه، در واقع اون عیبی که برازنده خودشه و خودش باش یه مقدار مشکل داره رو چون نمیتونه بر خودش قبول بکنه میخواد بچسبونه به دیگران. اگر این دفعه من واقعا خودم شخصا میخوام ببینم چه عیبهایی در من هست، ببینم چه عیبهایی رو در دیگران میبینم، بفهمم که دقیقا همون عیب در خودمه، اون آینه ای از منه. یا آقای بود وایستده بود کنار آینه و هر کسی که رد می شد تو آینه طرف رو مسخره می کرد، می گفت اینو ببین، شلوارش از پاش دار میاد پایین، اینو ببین موهاش جلیده بولیده، اینو ببین اصلا کفشش با شلوارش نمیاد. یه نفر گفت آقا شما با کی هستی؟ گفت با این که تو آینه هست، گفت که خودت هستی که. فکر میکرد داری یه نفر دیگه رو مسخره میکنه. به محض این که انسان مانند اسکر از سر تا پای طرف رو مورد بررسی قرار میده، میذاره زیر ذره بین، اخلاق، رفتار، کردار با دیدگاه جاجمنتال با دیگران همیشه میخواد ارتباط برقرار بکنه، این یه ذره بینه، دو اینچی داره استفاده میکنه، نمیدونه که الان یک ذره بینه هزار اینچی رو از شامعین بر خودش یه باره باز کرد. منم رو دارم بررسی میکنن شماییم، آره چون تو همه رو زیر ذره‌بین قرار دادی، لازمه که طرف فقط باید احوال پرسی بکنه، چرا اینجوری احوال پرسی کرد، چرا این موقع احوال پرسی کرد، خب نبود وایسه ای ذره حالا بعدن احوال پرسی بکنه، چرا همینجوری دو کلام احوال پرسی کرد و رفت. همیشه رفتار افراد برای ما یک جای محاکمه شونو داره، طرفم مخصوصا تو کنیسا 10,000 دلارم بخواد کاوت بکنه، 10,000 دلار بابا اینا ماشاءالله بعد میلیون کاوت بکنن، چرا ما همش میخوایم کار دیگران رو پایین بیاریم که یه حرفی برای قضاوت دیگران داشته باشیم؟
پس میبینیم راست چه بخواید قاضی اصلی خودمون در روز روششانا خودمون هستیم. و راستش هم بخواید فقط در هر روز روششانا نیست، بعد از 120 سالگی موقعی که شخص پاشو میذاره اون ور خط، باروخ ابا خوش آمدید، میگه اینجا کجاست؟ میگن اینجا دادگاه عدل الهیه. خب قاضیتون که الان میاد، وکلا میان، دادستان میان، جوری میان. اوکی بفرمایید بشینید. چه خبر؟ آره یه فیلمی ها داریم میخوایم شما نگاه بکنید. بهم گفتن که این ور دنیا دوزخ و آتشه و همه ناراحتن. آقا شما فیلمتو نگاه کن. میشینه طرف یه فیلم براش میذارن، میبینه از پشت سر داره این میبینه که یه نفر اومد رفت در این اتاق، یه نفر اومد رفت در اینجا، این کار رو انجام داد، این حرفه رو زد، اینجوری شد. اینم شروع میکنه بگه عجبا این که تالا داشت کنیسه تفیلا میخوند، بعدش چرا رفت اونجا، چه این حرفه رو زد. بعد از این که تمام فیلم تمام میشه میگه بخش این که این همه فلان، یه باره روی طرف رو توی فیلم این بار میکنه نه خودشه، دقیقا همون حکمی که برای این آقا پشت سر صادر کرد و برای خودش امضا میکنم. میگن خودت قاضی خودت بودی. اما کسی که در این دنیا عادت کرده لکفز خود به خوشبینی به طور مثبت دیگران رو قضاوت کردن، همیشه دنبال عیبی از دیگران نمیگرده، دنبال یه امتیازی از دیگران میگرده که بخواد اونها رو جلوی خودش ارزش رو تازه بالا بیاره، نه اینکه پایین بیاره، بخواد اونها رو تبرئه بکنه، نه اینکه قضاوت بکنه. موقعی که اون فیلم رو بهش نشون میدن از پشت سر میگه خب حتما حواسش نبود، حتما نمیدونه دیگه، بابا اینجوری با این وضع با این موضوع این اون دوستاش محیط دیگه فشار زندگی، هی سعی میکنه یه دلیلی برای طرف بیاره که دلش بسوزه آخه چرا تو این راه قرار گرفته. در پایان میگن میخوای بدونین کی بود؟ روش اون ورگونه خودش بود، دلش داشت برای خودش میسوخت. میگن خود در آن حکم خودتو به طور مثبت ثبت کردی، پس قبول بکنیم. ما دو چویس انتخاب بیشتر در زندگی نداریم، این که آیا قاضی خودمون باشیم یا وکیل دیگران، کسی که خودشو همیشه مورد ضربی قرار میده که از اشتباهاتش دست بکشه و هی برای دیگران سعی میکنه که وکالت و وساطت بکنه که نظرش در مورد دیگران به بدی نیاد. میگه این شخص همینطورم در روز روششانا هیچ مدرک و هیچ زخوتی حتی تشوبایی لازم نداره. تو دیگران رو لکفه زخود همیشه به طور مثبت قضاوت میکنی، ما هم تو رو به طور مثبت قضاوت کنیم. این هم یه فرصت دیگه. پس بزرعت هشم با اینکه هنوز 10 روز دیگه تا روششانا نمونده تمرین بکنیم که ببینیم آیا تا چه حد میتونیم خوبی رو، امتیاز رو، برتری رو در دیگران ببینیم، آیا میتونیم مانند اونایی که تو کار آنتیک هستن، گوهرشناس هستن، با اینکه یه عالمه گرد و خاک روی اون قالی یا روی اون کوزه یا هر چیزی قرار گرفته هنوز بگن اوه این یه عتیقه است، چقدر قیمتشه، خودم گرد و خاکاشو تمیز میکنم، عوضش میتونم بعدش که تمیز شد بفروشم. آیا حاضریم گرد و خاک اطرافمون رو نادیده بگیریم و به گوهر درون هر کسی نگاه بکنیم، یک نکته مثبت در هر کسی ببینیم که ارزششون در نظر ماه بالا بره پایین نیاد؟ اگر بتونیم
تو این 10 روز تمرین رو بکنیم، در روز روشنشانه هیچ جای نگرانی نیست. خداوندم به اون گرد و خاک اطراف ما نگاه نمیکنه، به گوهر درون ما نگاه میکنه. میگه حداقل بابا دو بار تالا سل خود شرکت کرد، هنوز چقدر سعی میکنه به همسایش، به اون پیرمرد و پیرزنی که اطرافش هستن کمک بکنه. خداوندم میگرده ببینه زیر گرد و خاکا چه نکته مثبتی پیدا میکنه که بخواد ما رو تبرئه بکنه. پس بیایید بذرت هشم دیگران رو تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم لکفز خود به خوبی قضاوت بکنیم. در این روز یوم الدین روششانه نیز به خوبی قضاوت بشیم. حراب بن خیم یه همیشه مثال جوکی می آورد، می گفت یه بار موقعی که یه نفر تو اسرائیل سوار اتوبوس میشه و نشسته بوده، میبینه یه پیرمردی هم میاد سوار میشه. پیرمرده میاد سوار شه، یک باره یه نفر یه جوونی نشسته بوده اونجا بلند میشه که پاشه. این طرف میگه نه چرا داری پا میشی؟ میدونی کسی که پاشه جاش تو جهنمه. میگه راستش من پدرم هم یادمه که موقعی که نفر میومد تو اتوبوس پا میشد. میگه پدرت هم جاش تو جهنمه. میگه من یادمه پدر بزرگم هم یادمه پدرم تعریف میکرد که اونم همین کار میکرد بلند میشد. گفت پدر بزرگت هم جاش تو جهنمه. گفت این چیه؟ من ترجیح میدم که با پدر و پدر بزرگم تو جهنم باشه، با تو بهش نباشه. این که شخص فکر میکنه هر چقدر خواهد نکته سنجی بکنه و هی پاپیچ مردم بشه، داره از خودش خودی نشون میده، داره اتفاقا جاجمنت و ذره‌بین دوربین خداوند داره به خودش هی جلب میکنه که هی در مورد اونم نکته سنجی به خرج بدن. بیایم با دیگران همیشه یک برخورد دوستانه داشته باشیم، کاری نداشته باشیم که هی مچشون رو بگیریم که مچ ما هم به زرچم از شامایم گرفته نشه، و تازه دستشون رو بگیریم کمکشون بکنیم که خداوندم دستمون رو بگیره. باروخ هشم لعولام، آمین و آمین. پس این دفعه بلندر شطور دیدیم.